چه آمد بر سری قوم مسلمان که گرد جمعشان این طور پریشان؟ چرا فامیل ها از هم جداین؟ چرا مردم به این حد بی وفاین؟ چرا خواهر ز خواهر می گریزد؟ برادر با برادر می ستیزد؟ چرا دختر ز مادر ننگ دارد؟ پدر با بچه هایش جنگ دارد؟ چرا مهر و محبت کیمیا شد؟ رفاقت های دیرینه ریا شد؟ برای اغنیا هم لذتی نیست، فقیران را به جای عزتی نیست. به ظاهر خانه ها من کاخ شاه است، درونش یک جهان اندوه و آه است. در و دیوارها کاشی و سنگ است، ولی هر خانه یک میدان جنگ است. ظاهر و بیرون خانه من خیل مجلل منقش و زیبا، ولی متاسفانه در درون خانه می بینیم پدر با بچه جنگ دارد، بچه با پدر جنگ دارد، دختر با مادر جنگ دارد، مادر با دختر جنگ دارد، عروس با خشوع جنگ دارد، خشوع با عروس جنگ دارد، برادر با برادر جنگ دارد، خواهر با خواهر جنگ دارد. به ظاهر خانه ها من کاخ شاه است، درونش یک جهان اندوه و آه است. در و دیوارها کاشی و سنگ است، ولی هر خانه یک میدان جنگ است. دیگر از بذل و بخشش ها اثر نیست، ز انصاف و مروت ها خبر نیست. عمو جان خاله جان دیگر نگوییم، برای مرگ هم در آرزوییم. یکی حج می رود سال دو سی بار، کنارش خواهرش نادار و ناچار. یکی با سود و اموال نزولی رود مکه به امید قبولی. یکی از کربلا و شام گوید، یکی از فخر بر اقوام گوید. یکی نازد به ماشین و به باغش، یکی باشد تکبر در دماغش. یکی وقتی به ماشینش سوار است، فقط مثل بوتی از زهر مار است. خلاصه وضع تعریف نداریم، همگی بر خری شیطان سواریم. همه این فساد و بیبندوباری و متاسفانه از بین رفتن مهر و محبت و اعتماد نتیجه تلویزیون و سریال ها در خانواده مسلمان هست. چی ما تو مسلمان بپذیریم چی نپذیریم، اون طرف مربوط تو مسلمان میشه. ولی بدانیم وضعیت از این بدتر میشود. هنوز هم فرصت داریم، وقت داریم، چانس داریم، جلوی این برنامه های شما را باید بگیریم.